چه بر گواردیولا گذشت؟ واسه دخترت یه خونه، یه شوهر، یه عاقبت به خیری در نظر دارم. یا همین امروز با من یه زن رامین میشی یا میزنم به سیم آخر. ببخش شما؟ یکی کلاتاریش به بچت بسته. خبر داری؟ ترند اول اینستاگرام شدی؟ اصلا صفحه ندارم تو اینستاگرام. همین دختره نی که اینجا بستری رگشو زده. اصلا سی طاقتت میکنم آنو بوده زن بدم پولیس. این رگشو زده. تو دزدیدیش رگشو زده. دزدی کجا بود؟ یا این فیلمش. من فیلمو پخش کردم که دست به جیب تر بشه حمید رضا. بعد تو دخترتو فراری میدی. بودو فرار کن بودو. یه عقد 6 ماه زندگی الکی. خونه داشت، پول داشت، رفتن از اون سینمای خراب شده داشت. بعد دستشو میذاشم تو دست مازیار سوزول عملی، بیشور. خوابی، بیداری، بیهوشی، باهوشی نمیدونم. ولی من این تخم طلا رو دست نمیدم خانم سیغه‌ای تیغه‌ای. آسایش بگو پام نباشه، همکاری نکنه داغ مازیار رو به دلش میذارم. آسایش خبر نداری؟ گرفتنش بردنش کردن تری. آسایشو؟ گواردیولا رو. هیچ وقت دستای داداشت تو ذهن من پاک نمیشه. از خونه خواهر زادم یه 2-3 روز میرم قزوین. همه این سالا سعی کردم دورو برد نباشم که زندگیت نریزه به هم، ولی الان بهت نیاز دارم. زنی به اسم زری بچه منو حامل است. ترسم تو برسونم خودم و بهش بلای سر بچم بیاره. اومدم با خودم ببرم ات. سینما بودی؟ آسایش رو دیدی؟ نه فرار کرد. میرزنمون بیرون از سرما یخ میزن به درک واسه میشه. من دستم به دهنم میرسه کمکت کنم یخ نزنی. لعنت بر این جماعت. دستم به دهنم میرسه. خوبی برای من از این فردی فقط هم فقط هم نگو من سر و ازم اصلا خوب نیست. یه جاده پر کن تو دلت، گازشو میگیرم بیام. نمیدونی تازگی ها
خواب تو میبینم زیاد، یه خونه تو قلبم بساز که خونم رنگین کنه، وقتی که نیستی نبوده تکه اذیت میکنه. یه جوری تو قلبم گم شو که دسته هیچ کسی بهت نرسه، یه کاری راهی یه جوری که من فقط دست خودم برسه. یه جوری تو قلبم گم شو که هیچ کسی دیگه پیدات نکنه، آخه تو رو هر کی میبینه نمیشه یه عمری نگات نکنه. میبارم اگه بارون و پاییزی بخوای، من جونم و میدم برات از من اگه چیزی بخوای. دیدی غم دست خنده ها دنیامو خالی میکنه، اما ببین باشقی آدم چه حالی میکنه. یه جوری تو قلبم گم شو که دسته هیچ کسی بهت نرسه، یه کاری راهی یه جوری که من فقط دست خودم برسه. یه جوری تو قلبم گم شو که هیچ کسی دیگه پیدات نکنه، آخه تو رو هر کی میبینه نمیشه یه عمری نگات نکنه. آقا جمع کنید، جمع کن در را، جمع کن در را، دمیگم جمع کنید اونوک در را، جمع کن. ولش کن بابا، بخون. گلنار گلنار کجایی که از غمت ناله می کند، آوشم خدا گلنار نکبت کجا می کنی تو شد دل اسیر من. از رو سر یه دقیقه دیگه بالایی چندش ننه بلی نه کاسی باید فرار کنی الان میرسن. فعلا اومدن تو رو بشه شما تو ماشین بمونی خواب جان. حالا میخوای چیکار کنی؟ چی رو چیکار کنم؟ خودت بهتر میدونی. بخوای به حمید رضا بگی شوهر کردم؟ حمید رضا رو منصرف کن از کاندید شدن. میخوام یه زندگی طبیعی داشته باشم. شوهرم کنارم باشه. کنار دخترم باشه. این رویام از سرش بیفته. من و حمید رضا چیزی کم نداریم تو زندگی. و اگه منصرفش نکنم؟ اون موقعی که واکسنش رو زدن و رفتی تو اتاق بغلش کردی و با چشاش دور دید ناجی نبودی. الان یه دفعه واقعی ناجی باش.
و اگه نتونم اون وقت مجبورم از شوهرت کمک بگیرم. فهمیدم. در واقع باید باج بدم. انتخاب اسمش با خودت. دوستی و گروگانگیری اعلام شده خانم جان. راهش هم اینه که نوری و آسایش بیان بگن اختلاف خانوادگی بوده و گروگانگیری در کار نبوده. میرم سراغشون، هر جور شده پیداشون میکنم، مجبورشون میکنم بیان رضایت بدن. اول شما رو برسونم خونه. حسن رفتن تو و حمیدرضا چی بوده که الان میخوای دوباره بری؟ رسیدن به اداره آگاهی و مجرم شدن؟ سنگینی پاهای این زنانا 30 سال روشونه های منه. لابد الانم باید برم گردن کج بکنم که هووی محترم منت بذار و بیا بچه من از قل و زندان و درفش نجات بده. با هم میریم میاریمشون. اصلا در شأن شما نیست خانم جان که بخوان یه همچین جایی بلنشین بیان. الان سالهاست فضلی شأن منو با عشرت نوری تقسیم کرده. مگه فامیلی دربندی نیست؟ فامیل فضلی کدوم مردم میشه تو خانواده دربندی شراخ که فضلی دومیش باشه؟ پیش مادرت میشینی از من چی میگه؟ از من خانم جان؟ من ناکام؟ من کدوم شأن پسر؟ تنها دلخوشی من یه حمید رضاست و السلام علیکم و رحمت الله و برکات. فضلی مرد و رفت خروار خروار پول برامون گذاشت که ای کاش خروار خروار آبرو میذاشت برامون، احترام میذاشت برامون. برو برو سمت سینما، منم بات میام. تو همی در بس بگی برو خونه، بچه تنهاست. هر طور شده نمیذارم بچه هم امروز غذای بازداشتگاه رو بخوره. برو سمت سینما. های جسم وسایلاتو داری اینجا میذاری، بعدن چجوری میخوای بیا اینا رو برداری؟ اینجا نذارم، کجا بذارم تو این برف و کولاک؟ حالا چی میشه به نظرت؟ چی میشه؟ آبشو میگیرم شلو میشه، سرما، سگ لرزه، یخ زدن، گرمخونه دولتی، چی میشه؟ تو که تنهایی، من چی بگم که زن و بچه دارم؟ بیا با هم. بیا با من آسایش، تو زن و بچت هم روش. الان هم میریم سمت ساختمون خرابه، گرمی و امنیت اینجا رو نده، ولی میشه توش خوابید. برم باید درم تا وقتی پلیس ها و مکفوک نرسیدن. گندت بزنم. پوری و زنش بدو بدو رفتن. آسایش! آسایش! پا به پای ما کجا میخوای بیای؟ چه با ما زیار کار دارن پلیسا؟ با تو کاری ندارم. هممونو میریزم بیرون. مگه نمیگی عربه تو خوشش اومده؟ الکی به حمید رضا میگفتی یا راستکی؟ وقتی که تو سینما زندگی میکنی الکی و راستکی چی یکیه؟ اینه یه فیلمه. ببین مامان، من اینجا نمیمونم که زندگی من فیلم شه. من هدف دارم. آها، الان آویزون بودن هدف. من بزرگ شدم، انقدر بزرگ که میتونم رو پای خودم وایسم. قرار شد با مازیار بریم و ریسک کوکمه رو به جون بخریم. تنهایی میتونی فکر کنی، ولی تنهایی نمیتونی تصمیم بگیری. دختر بدم به قاچاقچی، به کوه و کمر؟ مگه میشه؟ مامان تو یه دقیقه میتونم قالب بذارم و برم. برام باید حرف میزنم که راضی باشی. تا کی میخوای پای من بسوزی؟ تو خوشگلی، هیکلت خوبه، برات شوهر پیدا میشه، باید از این موقعیت استفاده کنی. میفهمم. پس اینو بدون اگه نیای به نفع جفتمونه. میفهمی چی میگم؟ آره میفهمم، خیلی خوب میفهمم. من سرمو گرسنگی و آوارگی رو میتونم تحمل کنم اگه نگران تو نباشم. میفهمم. میفهمی و باز داری بخچه جمع میکنی؟ من با دیوار حرف میزنم؟ داری با آیندت حرف میزنی. من با تو فرق دارم. تو هیچ فرقی با من نداری. اتفاقا بخت و اقبالت عین خود منه، ولی بدتر. چون باید بری تو کوه و دشت و کمر گم شی. وای 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 مامان. وای وای مامانو کوف. تو هر جا بخوای بری من باهات میام. مردم دختر به راه دور نمیدن، من دختر به کوه بدم؟ مامان ما همون میخوایم. مردا یا از در میان یا از پنجره. اونی که از پنجره میاد میخواد یه گلی بچینه و بزنه بره.
اونی که از در میاد میخواد زندگی کنه. این مازیار، مازیار تو رو میخواد ولی میخواد رو تو ریسک کنه. خب بمونین همینجا زندگی کنیم، من واسه تون خونه میگیرم. آهای مازیار نرو، میخوایش؟ این جوون مرگ نشده رو میخوای مار مولک یا میخوای تا دم ساختمون خرابه ببری و قالش بذاری؟ اگه میخوای باید عقدش کنی. اینم مخچه مادر زن تو زنت، بذار کولت بری، اگر نه هری میخوامش. چیه که ندونه؟ پس کوه و کمر رو فراموش کن، دختر بدن دستت کجا ببریش؟ عقد میکنیم میریم هان مازیار. آره چرا که نه، عقد مال همینجاست، زندگی هم مال همینجاست. این دودکش آب گرم کن نفتی ها فقط از پایین به بالا جفتتون دود میکنی. نمیگید مادر دلشوره داره، کوف داره، زهر مار داره. عشرت نوری، خب دختر عشرت، چرخیدی و چرخیدی بچه منو زندان نشین کردی. آن ترست از چیه؟ همیشه خوشگلتر از من بودی. بخت و اقبال چه خبر خانم جان؟ خوشگلی که دوای درد نیست. واسه تو که بوده؟ هفته یه بار شوهرتو داشته باشی میشه بخت و اقبال؟ توقع پاریس داشتی ازش؟ پاریس نه، ولی دوتایی تو پارک راه بریم، یه بستنی لیست بزنیم، یه لباس عروس بپوشم عکس دو نفره داشته باشم، مهمونی بیاد مهمونی بری، نه که پنهون باشی راز باشی فقط تو پسوی میخ شده باشی. چقدر بدهکار بوده فضلی؟ بگو پرداخت کنم. طلب میخوای پرداخت کنی؟ یه وجب از خونه فضلی رو بده من و بچم اینجا نباشی. بچم تو بازداشتگاهه، فامیلی خودشو باباشو تریلی نمیکشه ولی تو بازداشتگاهه. چرا؟ چون نمیخواد خواهر ناتنیش با فامیلی باباش سلخ باشه. یه جفت ابرو پاچه گاوی از فضلی بهش رسید، با یه فامیل دست و پاگیر. به به چه سعادتی نصیبمون شد که خاک گلیممون نشست رو پیرهن خانم جون. آسایش دیگه ارث فضلی نیست که ازش بگذرم. بیمارفه میشه رد شد نوری پیشنادام بهت رسون؟ جایزه رو گفت چیه؟ این دختر ازت میترسه بروی کن، این ازت بترسه بعدشو امه میترسی ها. از تو بترسم یا شوهرت؟ دعوه داری برش کن مازیا. یه چی نمیگی؟ یا اونم تا از اونهایی هستی که بعد دعوا رفیق میشه؟ آره از همون بشین خانم جان، هر جا باشه اتفاقی نمیفته. بشین خانم جان. اعتماد به نفسش به حضرت خضر بسته است؟ خانم جان اگه به خضر بست بود شوهرش کلفت خونشون رو حبش نمیکرد. امروز وقت عره دادن و تیشه گرفتن نیست. بشین اشرت. امروز وقت عره دادن و تیشه گرفتن نیست؟ اومدی کنایه پشت کنایه، تیکه پشت کنایه، بعد میگی امروز وقت... میگم بشین اشرت. پدر مادر دوست داری؟ دیوونه خونه هست اینجا؟ تا کی میخوای تو این دیوونه خونه بمونی زری؟ خود اون گواردیولا چه گلی به سرم زد که تو بخوای بزنی؟ گل مادر بودن،
میدونی چند سال حسرتش به دلم مونده؟ سوسکی هم مادره، من سننم. زری بیا از اینجا بریم. این شد 60 بار، 60 بار گفتم نمیام، گفتم بچه مال من نی، فنت من نی. به من هر روز زندگیم با نشگی باید شروع بشه، وقتی هم تمام میشه که بدونم بچه کنم واسه نشگی فردا. آخه تو بگو مادر مادر نداری خودت؟ آره خوبشم دارم، خودم نمیخوام مادرشم. خب پس اجارش بده. چی؟ نشدی رحم اجاره میدن؟ تا 9 ماه خورد و خوراک عالی، خونه عالی، لباس عالی. بعد 9 ماه وقتی بچه رو زمین گذاشتی من خودم به چک میدم. اصلا چرا اون موقع بدم، همین الان به چک میدم. آقای نشه باشی خیلی خوب باش، حداقل تا 9 ماه دیگه خماری نمیکشی ها. فقط بگو چقدر تو قیمت به من بده. این بچه میتونه اسماعیل رو نجات بده از آوارگی، از اعتیاد. نمیدونی من و اسماعیل چه روزگاری رو پشت سر گذاشتیم. حساب کن، برادر زن سابق شوهر منه، بعد از اینکه اون بچه له شد خواهرش هم خل شد. خواهر شوهرم زری، نمیدونی تو خونه شوهر چی دارم میکشم، هنوزم دارم میکشم، شوهری که دوستش دارم. تو نمیدونی پدرم درمد تا من اسماعیل رو نگه دارم. وای نستاد که نمیخواست به زندگی من لطمه بزنه. ببین زری، این بچه دوباره میتونه اسماعیل رو برگردونه به من، به خودش. میشه همون اسماعیل نفر، همون گواردیولای معروف. تو فقط به من قیمت بده زری، قیمت بده. ببین برات یه خونه میگیرم، شوهرم الان نیستا، پس فردا برمیگرده. تو اون برگرده برات یه خونه میگیرم، یه خونه گرم و نرم عالی. فقط بگو چقدر. ها قبول؟ 50 میلیون تو قبول. گواردیولا پیشم نمیاد، حالا در موردش با هم حرف میزنیم. هر جا خواستم میرم پر. خودم میبرمت. اول میخوای نگهبان بشی؟ رانندت میشم، هر کاری خواستم میکنم. هرچی، به شرطی که به بچه لطمه نزنی. قبول؟ چقدر تون میکشه بچه بیاد؟ اوپا یه ساله بیمسی باشه. در زمین چکر رو نقدی میخوام، یعنی همین الان، چون معلوم نیست ممکن بزنی آخر کار دیگه. کاری خوش مال آخر کاره وقتی بچه به دنیا آمد. همین دیگه، زرنگی اصلا نمیخوام. آقا یا قبول کن یا برو تو شهر دنبال سبت جنین و خماری و سرما. 50 میلیون چند وقت میسازتت؟ خیلی خوب، فقط اول باید جلوی پارک بایست. باشه سوار شد. بودو بازیار بودو. شاهد باشا، شاهد باشا، شاهد باش که فرار کردن. به همه اهالی سینما هم بگو. خانم جا نگفتم بیای بالا. دختر در رفت. در رفت؟ با دختر من چیکار کردین؟ ها؟ با دختر من چیکار کردین؟ فرار کردی که رضایت نده. آها، گیگورا با تخته، رضایت بی رضایت. دخترتو برگردون، خواهش میکنم. با تو اینقدر مؤدب بودی من نمیدونستم. حمیدرضام به جرم گروگانگیری الان اسیر بازداشتگاه است. اینقدر بدنام بدنام میکردی، دهن تو نبود، زبون تو نبود. رضایت دخترتو میخوام، خواهش میکنم. سیغه خونده بودیم، شهر خدا تهمت داشت. بابا قبول کن، دوستت نداشت فضلی دیگه، پیری. دهنت مثل توالت های پارک شهر میمونه. بس کن این دلغک بازی رو. اون که ناخونده اومد تو بودی، اون که بی حیا بود تو بودی، اون که هووی من شد تو بودی. خاطرخواه نبود. زندگی خاطرخواهی لازم نداره، آبرو لازم داری که تو نداری. سر خاک نیومده بودی، راز میموندی، منم دهنم باز نمیشد. الانم اگر اینجا به خاطر آبرومه، میخوام بچم دبرای بشه. قیمت داری بگو،
حرف داری بزن، شرط داری بذار. من همون خانم جانم، تو هم همون نوری. تا قیام قیامت این دعوا ادامه داره. هر کس دیگه یه بود ادامه داشت. تو هم اگه جای من بودی ادامه داشت. به خاطر اینکه اول تو رو دیده بود؟ اینکه عاشق من بود مهم نیست؟ عاشقت بود که الان داری تو این سگدونی داری زندگی میکنی؟ عاشق من بود، همه چیه برای من گذاشت و رفت. واسه حمید رضا گذاشت رفت. ترکه دیگه، ترکا پسر دوستن. فضلیه دربندی ترکه؟ چرتوپرت میگی که حرفتو به کرسی بشونی؟ پولتو نمیخوام، فقط دیگه شکلتو نبینم. نه مدرک میخوام نه سفته. یه قسم قرآن میخوام که دیگه دور بر من و دخترم پیدات نشه. آره نوری بچه ته خطه، ندید بدید بودم، ننه بابای درست حسابی نداشتم، اگه نه کلفت خونه خانم جان نمیشدم که فضلی بیاد دست بکشه سرم منم خر بشم. نمیگم اگه اون منو نمیگرفت وزیر وزرا میمدن منو میگرفتن، اما یه گاریچی که میمد منو بگیره. الان ته ته تهران یه خونه 5 متری نداشتم؟ داشتم. یه خونه رهن کامل میخوام، اجاره نومشم به نام خودم. چی چپ چپ نگاه میکنی؟ دارم بهت میگم اون گاریچی اومده بود منو گرفته بود، الان یه خونه 5 متری ته خط به نام خودم داشتم که ارث برسه به آسایش، نه اینکه یه توف کف دستش ایست که چسبیده اون پسر مازیار. طول داری میری نوری، دخترتو برگردون. به به، رفیق دوست و شریک قافله رو باش. پاچش من اینجور شده کار کیه؟ پاچش چیه؟ چی میگه این؟ برو بیرون، میام با حرف میذارم. نه نمیخواد بره بیرون. فرار کردن یا فراجشون دادی؟ این دفعه اومدی کیو تلکه کنی؟ خانم جان یا حمید رضا رو؟ خودم پیداش میکنم. یه دقیقه دیگه اینجا بمونیم دور از چون شما رو میکنه هند جگرخوار من خولی. به من دست نزن. کی تا حالا دستمو گرفتی که این دفعه دومت باشه؟ آخه بچه‌مو هول کرده. میدونی کیا رو دور خودت جمع کردی؟ تو جونت به دخترت بسته است. میدونی کجاست که اینجوری تخت و تبارک نشستی؟ جفتتونو میدم رو هوا. تهدید میکنی؟ حروم زاده باسا ببینم دهنتو نه رو من باز میکنی نه رو بچم. حواست باشه گوش ببینم، نه نقشتو میخوام نه پول حمید رضا رو که فیلمشو پخش کردی و آبروشو بردی. فقط قلبتو میخوام که تو تنت بکشم بیرون گازگاز کنم مرتی که خسته شدم. هر کس و ناکسی پیدا شد من بچه‌مو تهدید کرد. آه. وجود داری بزن. رامین دربندی چی میگه این اشرت؟ داره ایزوم آتیش جهنمشو بیشتر میکنه. دویدی دنبال اون که فیلمو گرفته بود نرسیدی بهش؟ آره؟ نرسیدم بهش. پس پلیس میتونه دوربینا رو چک بکنه راست و دروغشو در بیاره. نه؟ همین پیشنهادو من بهشون داده بودم، گفتن نه. پیشنهاد من موقت بود، 6 ماه بعدم طلاقش میدادم بره پی مازیار جونش. این پیشنهاد شیرین تر بود. مردای فامیل دربندی رو نمیشه شناخت. میشه شناخت، دو دستن. اونایی که این فضلی ثروتشون ته نداره، اونایی که مثل رامی رزاری که گذاشت خونه سهراش دو تا مسافر میزنه که پول بنزینش در بیاد. دیگه نباید ببینمت. میدونم. نه من نه حمید رضا. تو ببینیم قسمت چی باشه. تهدیدت کرد. پیدا کن اشرت. چجوری زنجیرم و بافتی که هی پارشا، ای امو زنجیر باف، ای فمو زنجیر باف. بابا دیگه نمیاد هیچی بیاره برا، با صدای چی میخوای گریه کنم دیگه برات، ای امو زنجیر باف، ای فمو زنجیر.
من جوانیم تو روزا گذاشتم تو یادت میاد بله کودکیام تو کوچه گذاشتم بیخون دیوار بله اما من این روزا دائم میکشم سی چیزا میخوری؟ حلوم کلی دخل نشان بودم با بسه بودم با هر چیه شد اماری بکشم پیزا داری به پیشنهاد رامی فکر میکنی؟ دوست دارم تو قبول نکنی من اصرار کنم که قبول کن بذار شیش ماه زنش بشم بهمون پول بده ویزا بده تو این مرده غیرتی بگی نه 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 آخرش من مجبورت کنم که قبول کن اینجور همه اون حالم بهتر خمالی رو چیکار کنم؟ میبره قبرستون آشغالا. چی؟ قبرستون آشغالا. ملکار خانداداشه. اونجا مواد هست. هر جا پول باشه موادم پیدا میشه. فقط بدو جون مادرت. الو. الو. وای حرفمون رو نشنیده باشه یه وقت. چیه؟ داوود. داوود کیه؟ شوهرمه. بیا تو. بیا بالا اتاق تو بهت نشون بدم. تو این خونه هم آدم میمیره؟ شما برای درست میکنم بیا. شما چرا کلفت ملفت نداری مگه؟ اینجا اتاق تزری. اونجا کجاست؟ همون دستشویی. برمیگردم الان. بابا الان وقت کرخوریه میشه جونت بخور یه سا قرار میزه قضا میم باشه بابا باید نره نه زری میشه دیگه مواد نکشی؟ من به مادر خودم گفتم نه به خاطر اون نکبت گواردیولا و شما بگم چش میدونی که چه ضرری واسه بچه برم یا بمونم برم یا بمونم من آروم باشه عزیز دارم آروم باش بخور قضا تو بخور باید درسته چی میشه؟ خیلی خوب نمیشه جدیه دعواشون با گواردیولا آره خیلی جدیه
گوشی تو بده زنگ بزنم. زری و یه خانم اینجا بود. خب جنس گرفت واسه چند وعده نقد. نقد نه نقد نه نه تا پاره مهمه ترازه جنس نسیه گرفتیم اینجوری زر میزنی کم نه. من جنس نگرفتی از کجا میاد میکشی؟ به تو چه؟ فکر نمیکردم به این زودی ها ولد کنن. من چی کار کردم برم نکنن؟ دوتا مجزایی دوتا مشتم خوردم دیگه ولد نکنن. الو مریم جان، برای چی من با هر خطی به شما زنگ میدم شما جواب نمیدی آخه؟ اسماعیل زری جمع و جور کن بریم. داوود امشب نمیاد، قزوینه، راست فردا شب میاد. باشه ما باید بریم. چرا آخه؟ واسه اینکه عاشقتم آبجی، نمیخوام به خاطر من زندگیت به هم بریزه. این حرفا رو نزن، هیچ اتفاقی واسه زندگی من نمیافت. میافته که گذاشتم تو رفتم. اون یه پیش آمد بود، داوود بعد اینو بپذیره. بلم کن، من مست بودم، الکل جون بچه‌مو ازم گرفت. پیش آمد کیلو چنده؟ پیش آمد. بعدش هم داوود باید چیو بپذیره؟ آن که من زدم زندگی خواهر شد. خدا شاهد اینقدر که آدمو لعنت شیطون میکنه، من دو برابرش لعنت خودم کرد. پروم نمیشه برم سر قبرت کیان؟ شما یه خواهری در حق من بکن. اگه رفتی سر قبرش، تو اون قفس بالا قبرش چند تا عروسک و عکس داشت حسنی، یه گردگیری ازشون بکن، یه آبی هم سر قبرش بده. اون سر زدن تو رو میخواد، نه منو. ببخشید مریانه، خبر داری؟ آره همون جاست، همون طوری بیمارستان. نه بهش میگن آسایشگاه، اسم شیکش. آره هر وقت که خونه نیستش عکستو میزنم به دیوار، وقتی که میاد سری برش میدارم. سلام عزیزم، چیزی شده؟ تو قرار پس فردا شب بیای خونه؟ این منو زود آورد خونه، یادت رفته بود گوشی تو قطع کنی. راجب این عکس حرف میزدی؟ این عکس قدیمیه دیگه. آره نه؟ آره قدیمیه. جدید بود که من آبچی قاتل خواهرزادمو که نمی گرفتم، خواهر باعث و بانی خل شدن خواهرمو نمی گرفتم. واسه خودت مواد خریدی یا واسه داشت؟ بابا باریکلا. از سه درد کنیم. جمع کن بریم. عمرم من میگم جمع کن بریم. توافق کردم. میگم جمع کن بریم. مانده از سر من. آه
آقا مگه توافق نکرده بودیم تو خونه بگیری من بچه رو اونجا به دنیا بیارم؟ پس چی میگه این گواردیولا ها؟ کی این شوهرته؟ آقا اصلا به من چه؟ ببین اگه قرار باشه تو چکو به من ندی، خونه رو نگیری، من واسه چی باید بچه داشته تو به دنیا بیارم؟ خولم؟ وقتی یه اون من زندگی روشن و امید و بازگشته به حیات همه چی میشه دیده هوا ها؟ گفته باشم نه نگفتی. چی الان روزی افتاده دست قوزی لالین؟ آقا یکی تکلیف منو معلوم کنه برم یا بمونم اینجا. بمونیم. او چه عجب افتخار دادین. برادر خواهر با هم بستین دیگه. خواهر من انداختی گوشه تیمارستان، بیا اینجا برای من بچه دارشی. بریدین و دوختین، تو بچه دارشی، خوشبخشی با پول من. به خواهرت گفتم دوستش ندارم، به خاطر تو. خواهرت بهم گفت دوستم نداره، به خاطر تو. گواردیولا سرمربی، میدونی واسه این که عشق کردی الکل بره تو خونت پایین بالاشه، چند تا جسد رو گذاشتی پشت سرت. جسد کیان؟ جسد ریحانه که مثل یه مرده متحرک، جسد من داوود که یه مرده متحرکم، جسد مریم. چیه؟ چشاتو میدرونی سر من؟ یه انقدر بهش علاقه داری، انقدر دوستش داری که چرا رفتی پشت سرت هم نگاه نکردی؟ رفتم پشت سرم هم نگاه نکردم که اسماعیل نفره چماق نکنی بزنی تو سرش. یه زحمت بکش زری رو صدا بزن میریم. خواهرت میخواد بمانی. میریم. ببین فکر نکن ازت خوشم میاد، یابو ورد نداره، بودن نبودنت، مرد زندت واسه من هیچ فرقی نمیکنه. امروز حوصله دعوا ندارم، بری میفته گردن من. بیا برو بالا بکپ، صبح بلند شو برو هر قبرستونی که دلت میخواد. خواهرت منتظرت. داود یه وقتای مردن خیلی خوبه، بهترین نعمت خداست. به همون خدای احد و واحد بعد از مرگ کیان در به در دنبال این نعمتش. نه خدا در همه نعمت و رحمتشو به تو بسته، واسه من اینجوری حرف نزن. زنده نگهت داشت که تاوان پس بدی، تقاس پس بدی. چندین بار تو اوج خماری و بدبختی و گشنگی وسط زباله ها، بین آشغالا و موشا، بین گوها، میخواستم خودم رو خلاص بکنم. یه لحظه به خودم گفتم اسماعیل نکنه خدا تو رو نگرد داشته واس خاطر اینی که ریحانه رو برگردونی به زندگی. به والله، به والله مدت هاست انگیزه زندگی برای من فقط ریحانه و مریمه، وگرنه زودتر از اینا. آرس
سراغ زری تو همون سینمایی که بهت گفت. بگو بیوک سلام رسون، گفت اگه میخوای بی شوهر نشی یه کیسه دارم پرید شال شوهرت گیر کرده. کیسه رو برده بیار با همین ماشین برو. پلیس اومده دنبال پوری؟ خلاف کردی؟ با صاحب سینما حرفم شد زدمش، رفته پلیس بیاره. برگشتی تو لونه؟ که نقل جزمی هم باید تاوان کاری که با زندگی من کردی رو پس بدی. میری پیش گواردیولا با کیف برگرد. قضیه کیسه چیه؟ میخوای شر درست بکنی دوباره؟ میخوای خون بریزی؟ اینجا رو خونیه. این رد خون چی رو بلا؟ هرچه زنگ میزنم دختره جواب نمیده. تو میتونی بداش کنی نه؟ نه. زنت کو؟ چی ازم بشنوی میذاری زنم بره؟ رفتنش پای خودته، یا جون اون یا جون خودت. روی مرگ به مشامم میرسه برادر. به مشام منم داره میرسه برادر. قفل تو شدم بس که دری باز نکردی، کنج قفست ماندی و پرواز نکردی. من مهر تو را در دلم اندوخته بودم، دست تو برید آنچه که من دوخته بودم. زخمی هر جنگ من، خسته و دلتنگ من، درد تر از درد تو، قاتل خون سر تو، مرده بیگور من، وصله ناجور من، تیشه مغرور تو، ضربه ناسور تو. با زخم زبان بر سر این شاخ نشستی، دندانه حق ار شدی، شاخ شکستی. هر شاخه که با دست تو در باغچه خم شد، می شد که عصایم شود اما تبرم شد. زخمی هر جنگ من، خسته و دلتنگ من، درد تر از درد تو، قاتل خون سر تو، مرده بیگور من، وصله ناجور من، تیشه مغرور تو، ضربه ناسور تو.